سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل على محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدا و الهم للتقوی. یه بار داشتم در یکی از استانها میرفتم، یه جوانی رسید به من گفت آقای غریتی میشه رو ساعت یه دقیقه ثابت کنی خدا بره من؟ یه دقیقه خدا رو بره من بگو، یه دقیقه که من شک نکنم. گفتم هر وقت درباره خدا شک کردی فوری نگاه به خودت کن، بگو درباره خدا، حال خدا هست یا نیست، یا هست یا نیست، کار به خدا نداریم فعلا. تو هستی یا نیستی؟ من هستم. تمام. من که هستم دو تا حال داره، یا خودم درست کردم یا یه قدرت دیگه من درست کرده. اگر خودم درست کردم دروغه، چون اگر خودم درست کردم درست میگم که پیر نشم، مریض نشم، نابغه باشم. من هستم. یک، خودمو نساختم، چون اگر خودم ساختم قویتر و بهتر و زیباتر و خوشگلتر و پولدارتر میساختم. هر دستی من ساخت خداست. یه خود فکر گفت تشکر رفت. یه نفر گفت آقا ما عقل نداریم، ایمان توحید، حالا نبوت. میگه ما عقل نداریم. چرا؟ خب عقل ما هر چی دستور داد عمل میکنیم. چه نیاز داریم که حالا انبیا بیان بگن ادرا برو ادرا نرو؟ من خودم یه دانشجو هستم، عقل دارم، طبق هر چی تشخیص دادم عمل میکنم. جوابش چیه؟ ازش پرسیم شما در عمرت پشیمون شدی؟ اوه خیلی پشیمون شدم. پشیمونی پیدات عقل شما کوتاست. عقل داریم، طلا فروشا هم ترازو دارن، اما با ترازوی طلا فروشا هندونه نمیشه کشید. ترازوش برای کار خودش بخوره. عقل داریم، ولی اگر عقل ما درست کار میکرد شعر همه تون حفظید. چرا عاقل کند که باز آرد؟ آدم عاقل اگر عقلش کامل باشه پشیمون نمیشه. اینی که سه‌شنبه یک کار میکنیم چهارشنبه پشیمون میشیم، پیداست عقل ما ناقصه. عقل داریم ولی کوتاست. سوال: ما 30 سال گناه کردیم، 30 سال بریم جهنم، چرا خدا تو قرآن هی گفته خالدین فیها، همیشه جهنمید؟ خب من 50 سال گناه کردم، 50 سال برم جهنم، چرا خالدین، چرا همیشه؟ میگه خدا عادل نیست. جواب: شما یه لحظه با چاقو میزین تو چشمت تا ابد کوری. تمام کشورهای دنیا قاتل را زندان میکنن، و آنکه این آقای که اینو ترور کرده یه هفتیر کشید و اونو ترش کرد. بله خب میگم شما 7 ثانیه ایشون رو ترور کردی، 7 ثانیه بره زندان، کدوم کشور این قبول کرده؟ یه آیه داریم تو قرآن: ما اصابک من حسنتن فمن الله. حسنه من الله، از خداست. خوبی از خداست. هر نعمتی شما داری از خداست. و ما اصابک من سیئتن فمن نفسه، بدی از خودته. این سر کلاس چجوری بگیم که یه بچه دبیرستانی دانشجو بفهمه؟ هر چی خوبیست از خداست، هر چی بدیست از توه، از منه. چجور بگیم؟ این مثالش اینه: کره زمین دور خودش میگرده، دور خورشید هم میگرده. همیشه یه جاش روشنه کره زمین، یه جاش تاریکه. هر جاش روشنه از خورشیده. تو این حرکتی که دور خودش خورشید میگرده، هر جاش روشنه از نور خورشیده. هر جاش تاریکه بگید از خودشه. پس میشه ما اختیار داریم یا آزادیم؟ کارا دست خداست یا دست مانه؟ جواب: دست هر دو. دلیل: شما که میری رانندگی یاد میگیری، گاز و ترمز دست شماست که شاگرد دیگه دست مربیه که رانندگی یاد شما میده. هم گاز و ترمز دست شماست، هم دست معلمه. اشکال داره دست هر دو باشه؟ آزادی، گاز داری، ترمز داری، چشم داری، سواد داری، آموزش دیدی، شما میتونید تصمیم بگیر باشه برمون. اما همه کارم نیستی. ممکنه یه آقای مربی که میخواد رانندگی یاد شما بده، شما یه گاز میده و ترمز میکنه و بالعکس. مانع نداره که انسان هم خودش صاحب اختیار باشه، هم همه کاره نباشه. چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ دعای ما دعا نیست. دعا در لغت یعنی چه؟ دعا یعنی خیر بخواه. ادعونی، کمک کنید،
ادعونی یعنی دعا کنید من مستجاب کنم. دعا یعنی خیره بخیر. تو از کجا میگی که خیره؟ ما نمیدونم خیره یا نه. شما در دعا بگو خدا خیر مقدر کن، حتما بخوام با این دختر ازدواج کنم. دخترم میگه حتما با این پسر میخوام ازدواج کنم. گاهی به من میگن آقای غلطی شما یه زنگ بده به مادر ما، یه موردی رو من انتخاب کردم، این مادرم میگم مخالفه یا پدرم. میگم اول که من نمیدونم تو کی هستی، دوم این که نمیدونم این که انتخاب کرده انتخابت حق یا باطل. از کجا فهمیدی که قطعا خیر شما در ازدواج با ایشونه، خرید این ماشینه، خرید این خونه، دوست شدن با این خیر شماست؟ ما نمیدونم خیرم چیه. گاهی در انتخاب همسر گیر میدیم. به جوانی گفتم چرا دوماد نمیشیم؟ رفیقش گفت دوماد میخواد بشه دنبال یه دختر میگرده ست شرط داشته باشه. ست شرط یکی، گفت یکیش پدرش میلیاردر باشه، دوم پدرش پیر باشه، سوم پدرش دو دفعه هم سکته ناقص کرده باشه. که وقتی ما دوماد شدیم یا ارث پدر زن به ما برسه. خب و من یتوکل علی الله، میگم و من یتوکل علی ارث پدر زن. تکی گفت این مشکل ایمانی داره بنده خدا. فکر کنه گفتم حالا اگر پدر زن پول دار پیدا کنه خوشه. چه دلیلی داریم که اونایی که پول دارن خوش دارن؟ چه آماری داریم؟ چه دلیلی داریم؟ گاهی وقت آدم یه چیز خیر میدونه. یه آیه داریم فکر کنم خیلی هاتون حفظ بشید. اصا ان تکره شیعا و هو خیر لکم. احسنتم. و اصا ان تحب شیعا و هو شر لکم. گاهی وقتا یه چیز خوشت میاد به ضررته، گاهی به عکسشه، گاهی به عکسشه. شما در دعا بگو خدای هستی خیر مقدر کن برای ما. اصرارم بکن، زیادم دعا بکن. دوم، اگر میخوای خدا کار تو را مستجاب بشه، خدا آیات زیاد داره، میگه یکی تو یکی من. ان تنصر الله تو کمک کن خدا رو، خدا هم کمکت میکنه. جاهد و فینا لنهدینهم سبلنا. یه تلاشی بکن، من راه رو نشونت بدم چه کنه. چرا خداوند به بعضی ها یه چیزهایی میده به بعضی ها نمیده؟ نمیشد ما امام صادق باشیم؟ چطور خدا به او داد به ما نداد؟ در دعای ندبه، اول دعای ندبه میگه خداوند یه قراری با بعضی ها میذاره. من متن دعای ندبه رو یه سطرشو میخونم، ترجمهش هم میفهمید، از او عربی آسونات. و شرط علیهم الزهد. خدای شرط کردی با اولیایت که اینا زندگیشون زاهدانه باشه، اشرافی زندگی نکنن. حسین جون باید بری زیر سم اسب، امام کاظم باید 7 سال زندان باشی، باید تبعید بشی، باید شکنجه بشی. شرط، شرط کردی که زهد یعنی ساده زیستی. فشرطو لک ذلک، اونام شرطو امضا کردن، گفتن باشه قبوله. و علمت منهم الوفاء به، تو هم علم داری که اینا به شرط عمل میکنن. فقبلتهم و قربتهم، فقط درجه بشون دادی. مثل بازاری یا بازاری، آی بازاری چطور به این نصیحت دادی به من ندادی؟ خب این چکش بر نگاش بهش نصیحت دادی، تو 2-3 بار به نصیحت دادم بردی خوردی به نصیحت نمیدی. فلما زاغو ازاغه، کج شدی کج رفتی. چون چنان بودیم بودیم آن چنان، چون چنین گشتیم گشتیم این چنین. از هر دست بدیم و از همه دست میگیریم. مشکل حل نمیشه، یا مشکل حل کن. بارها از من پرسیدن آقای غلطی ما یه مشکل داریم حل نمیشه. گفتم تصمیم بگیر یه مشکل رو حل کن، خدا مشکل رو حل میکنه. ازگرونی کمک کنی، ازگر کن. شما یاد من باشی، منم یاد شما هستم. حال ما چقدر اختیار داریم؟ 4 تا دلیل داریم برای اختیار. دلیل قرآنیشو نمیگم چون ما در جلسه تفسیره، دلیل تاریخیشو نمیگم، فقط دلیل فطری میگم. 4 تا دلیل فطری داریم برای این که ما آزادیم. 1، در عمرتون پشیمون شدید؟ بله. همین که پشیمون شدید پیداست که شما آزادی. پشیمونی شما، چون اگر شما آزاد نبودی پشیمون نمیشدی. آدمی که پیشون میشه این چیه؟ یعنی میتونستم چرا این کاری کردم؟ ای کاش این کاری نمیکردم. پس هر کس پیشمون میشه پیداست که آزاده، یعنی میتونست این کار نکنه.
اگر مجبور بود که پشیمون نمیشد. مثلا دستی که لغزش داره میلرزه، شما هیچ وقت پشیمون نشید، ای کاش نمیلرزید، دست خودت نیست که. زان پشیمانی که لرزانی دیش، چون دست داره میلرزه این پشیمون. هر کس در عمرش پشیمون بشه به ازش آزاده. اینم یک. دوم، شک هم میکنید یا نه؟ یک کار بکنم یک کار نکنم؟ بله، هر کسی در یه مرحله در مراحل در زندگی شک کنه. شک یعنی چه؟ یعنی میتونستم بکنم میتونستم نکنم. سوم، انتقاد میکنی از افراد نه؟ بله، میگم فلانی چرا همچی کرد چرا همچی کرد. انتقاد یعنی چه؟ یعنی میتونستی کار نکنه چرا کرد. چهار، بچه دو میفرستی مدرسه یا نه؟ بله. چرا مدرسه غیر انتفاعی یا مدرسه دولتی یا ندارم غیر فلان؟ میگه اینجا معلماش بهترن، یعنی میگه بچه میتونه بهتر بشه مدرسه بهتری بگیرم. پس ببینید، این که بچه رو در اختیار مدرسه بهتر میذاری، این که شک میکنی، این که پشیمون میشی، این که انتقاد میکنی از این اون، اینها دلایل برای که انسان آزاده. انسان آزاده، البته معنی آزادی هم این نیست که هر کاری میخواد، نه، خیلی وقتا تصمیم میگیره ولی موفق نمیشه. امیرالمومنین فرمود عرفت الله بفسخ العزائم، از اینکه من تصمیم میگیرم این کار نمیشه، پیدا یه اراده دیگه هم هست، اراده خدا بالاتر منه. از کدم مهی گاز میدم نمیره، برای که مربی هم یه گاز ترمز داره. اینم ماله اینکه ما انسان آزاده یا آزاد نیست. جوانه میخواست دومات شه، گفتن شما میخوای دومات شه، خونه داری؟ گفت نه. شغل داری؟ نه. مهارت داری؟ نه. پس انداز داری؟ نه. خب پس چی داری؟ گفت فقط آمادگی داره. با آدمی که مهارت نداره ببینید چقدر چیزی نداره. یک، با من باشید، مهارت نیست پس شغل نیست، شغل نیست پس پول نیست، پول نیست پس همسر نیست، همسر نیست پس بچه نیست، زن و بچه نیست پس نشاط کار نیست. این همه بنده به همه. یا بار دیگه، مهارت که نیست، با هم بگید، شغل نیست، شغل که نیست، پول نیست، پول که نیست، همسر نیست، همسر که نیست، بچه نیست، زن و بچه که نیست، نشاط کار نیست. برای کی کار بکنم؟ بگم نه زنی داریم نه بچه. زن و بچه که آدم حول میدن به سمت کارهای سنگین حرفا. این یعنی بیمهارتی مادر همه مفاسده. هر دیپلمی تو کشور باید یه مهارت داشته باشه. هر دیپلمی مهارت. هر دیپلمی مهارت. هر لیسانسی دوتا مهارت. خودتون تصمیم بگیرید. اگر حالا تصمیم جدی گرفتید، بزرگ بشید تصمیم جدی میگیرید. اما اگر حالا شدید، بعدن هم حالا دکتر مهندس هم بشید، دکتر شغل مهندس شغل. آیت الله بشید، آیت الله بی حال. خودتون تصمیم بگیرید. نسل آینده نیاز به مهارت‌های زیادی داره. هر کسی مهارت محلیش یاد بگیره. آدم هست که اگر مادرش قضا نبزه فقط سیب زمینی بلده بپزه. قیافه 120 کیلو. مهارت سیب زمینی بلده. یعنی هیچ. بعضی ها وجودشون هیچیه. شما رو تخت سیاه بنستید هیچی. هی و یه و چه و یه. هیچی بگو بخونید هیچی با هم بخونید هیچی بالاتر هیچی بالاتر هیچی حال پاکه بعدش هیچی یعنی وقتی مینویسیش هیچیه پاکش هم بکنید یعنی بعدی ها ما هیچ کسی نمیرفت شناسنامه بگیره با زور بردنش اداره ثبت احوال گو بنویسید هیچه بینه هیچه بینه هیچ هیچ خودتون تصمیم بگیرید شما الان نقشت با نسبت پسر خالت چیه نقش خانمان نسبت به دختر خالشون چیه؟ اگر تونستی یه قدمی برداری بره ارشادش بره آموزش علمی مهارتی اگر یه کمکی بهش کردی میتونی موفق باشی اما اگر نه در جوانی خاصیتی نداری حالا بزرگی هم بشی قبلا دیپلم بی خاصیت بودی حالا لیسانس بی خاصیتی یه مقداری قصه را جدی بگیرید عمرتون رو مفت نفروشید از کلم نمیخوام بگم همش بیاد نماز بخونید کتاب بخونید
مفید باشه، علم مفید، علمی که شما رو یه هنری یاد داد یا مهارتی یاد داد. یه خاطره براتون بگم، شخص ما پلو پیغمبر، ببینید خاطره چه درسایی میتونه بگیرید. شخص ما پلو پیغمبر گفت من فقیرم، یک کمکی به من کن. گفت برو کار بکن. گفت حداقل هیزم کنی، تبر بخواد، من تبرم ندارم، حداقل هیزم بکنم تو بیابون بیام بفروشم. پیغمبر یه نگاهی که به ایشون گفت که به ای آقا، گفت چیزی داری تو خونه بری بفروشی؟ گفت من فقیرم، هیچ ندارم. حالا برو تو خونه ببی یه چیزی گیر میاد، پلاسی به قول آموزیان، نمدی، موکتی، فرشی، پتوی چیزی. گو آقا چیزی در وسط نیست. گو حالا برو ببین. رفت و یه پلاسی داشت. گو آقا این پلاسه تو خونه ما هست. پیغمبر بود کی حاضر این پلاسه بخره؟ یه نفر گو آقا من یه درهم بخرم. یه نفر گو آقا من دو درهم بخرم. گو به تو فروختم. داد به فقیره که پلاسش فروخته بود. گو یه درهمشو نونگوش بخر بده به خانومت. یه درهمش هم برو یه کله تبر بخر، نه چوبش ها، کله تبر. اونم یه درهمش رو داد برو خرجش دن بچه، یه درهمش هم برو یه کله تبر خرید. پیغمبر بود این کله تبر، کسی تو خونش یه چوب دستی داشته باشه، چوبی قد نصف بیل، که من این چوبه رو با این دسته ارتباط بدم یه تبر برش رو درست کنم. یعنی فرق گفت یارت خونه ما یه دسته چوب هست. گفت برو بیار. چوبه رو برد و خود پیغمبر شد نجار. چوب و کنار ایتبر جاسازی کرد و بغلاش هم کوبید و سفتش کرد و گوه این ابزار تولید، برو با همین ابزار تولید هیزم تولید کن، بفروش، گدایی نکن. از چی میفهمیم؟ یعنی گاهی وقتا یه نفر تصمیم میگیره یه شغل ایجاد میکنه، تصمیم میگیره یه شغل ایجاد کنه. یه روز یکی از اساتید دانشگاه گوه میخوام ببینم، آمده گفت مادر من از دنیا رفته، پیرن سیاه پوشیده و عزادار بود و گفته هر چی طلا دارم بدید به آقای قرائتی. گفتم حالا من که نه شما رو بشناسم نه مادرتون، حال میخواید عمل بکنید یا نه، تصمیم چیه؟ گفت دیگه حالا مادرم بوده وصیت کرده چشم. وقتی رفت طلاشو به من بده دیدم که خیلیه، با یه دست نتونستم بگیرم، دو دسته طلاهای خانمو گرفتم. گفتم شما به همی که اومدی خونه من، من که شما رو نمیشناسم، سندی فتوکپی نواری چیزی نداشتم، با پا خودت اومدی خونه ما این طلا رو میدی، همین نشان دهنده که تو ایمان داری. حالا که ایمان داری نماینده من باش، شما وکیل من، این طلا دست خودت باشه، تو دانشگاه هر دانشجویی که احساس کردی وضع مالش کم رنگه کمکش کن، به اسم ایدی، به اسم وام، یه جوری کمک کن، به دانشجوهای شاگرد خودت کمک کن، ثواب این کمک مال مادرت، که هم وصیت مادر درست بشه، هم با دست خودت خرج شده باشه، هم به دلت بچسبه که پولت کجا مصرف شد. این معلم میتونه اثرگذار بشه تو جامعه، چون دل از طلا یا مادرش کند. تا دل نکنیم به جای نمیرسیم. تمام پست‌ها که تو قرآن هست میگه یه چیزی گذشتن به جای رسیدن. ابراهیم از فرزندش گذشت به جای رسید، یوسف از عشق زلیخا گذشت. من اینو وارسی کردم، تمام پستایی که خدا به اولیاش داده مال موارد بوده که اولیا خدا یه چیزی گذشتن به یه چیزی رسیدن. خدایا هر چی از عمر متلف شده ببخش، ما را آدمهای مفید، مؤثر، خالص، اهل علم، اهل تجربه، اهل مهارت، ما حروم نشیم توی هستی، هر چی هم حروم شده ببخش. و السلام علیکم و رحمت الله. صلی الله علی محمد.